درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی ایران عزیزمان. احمد دانشزاده قومی، فرزند محمد دانشزاده که به مدت 3 سال معاون فرهنگی مدیریت حوزه علمیه قم بوده است، در بیانیه‌ای با اشاره به اعدام 4 زندانی بیگناه در چنگال جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی و اعلام براءت از علی خامنه‌ای رهبر جنایتکار جمهوری اسلامی، مردم را تلویحاً به قیام علیه رژیم فرا خوانده است. او در نامه‌ای سرگشاده آورده است که به عنوان یک روحانی متعهد و دلسوز با درد و اندوه فراوان، امروز شاهد وقوع اتفاقاتی در کشور عزیزمان هستم که نه تنها با اصول و مبانی سیاسی صحیح سازگار نیست، بلکه با احکام و دستورات شرعی ما نیز در تعارض است. در این ساعات حساس باید به صدای وجدان خود گوش دهیم و از اصول اخلاقی و مذهبی خود دفاع کنیم. متاسفانه شاهد آن هستیم که تصمیماتی در کشور گرفته می شود که نه تنها به منافع ملی و اجتماعی کشور خدمت نمی کند، بلکه به طور مستقیم باعث ظلم و ستم به مردم بیگناه مسلمان ایران می شود. این وضعیت قلب هر انسان آزاده و عدالت خواهی را به درد می آورد و ما را به یاد فرامین الهی و ائمه اطهار در مقابل با ظلم و ستم می اندازد. در چنین شرایطی بر خود لازم می دانم که به عنوان یک عالم دینی صدای مظلومیت مردم را به گوش جهانیان برسانم و اعلام دارم که در برابر این ظلم و ستم باید بایستیم. هر کسی که رهبری این مسیر ناسواب را بر عهده دارد، چه از نظام سیاسی باشد چه از سایر قشرها، باید بداند که مخالفت و قیام علیه او حالا نه تنها یک حق برای مردم، بلکه از نظر بنده حقیر یک واجب شرعی بر مردم است. به عنوان یک روحانی که کوچک مردم هستم، وظیفه دینی و اخلاقی خود می دانم که از حقوق بیدفاعان و مظلومین دفاع کنم و از همه مردم ایران می خواهم که با بصیرت، اتحاد و همبستگی در برابر این ناعدالتی ها ایستادگی کنند. ما باید با اتکا به ایمان و اراده خود برای احقاق حق و ایستادگی در برابر باطل یک صدا و متحد باشیم. این راه راهی است که ائمه به ما نشان دادند و ما باید با الهام از آنان برای برپایی عدالت و مبارزه با ظلم و ستم قدم برداریم. این مسیر سخت و دشوار با توکل بر خداوند و همدلی یکدیگر میتواند میسر شود و به سوی ایرانی مترقی گام برداریم. در پایان از خداوند متعال که به ما در این مسیر سخت و پرچالش کمک خواهد کرد و ما را در رسیدن به اهداف مقدس من یاری خواهد کرد، سپاسگزارم و بار دیگر خود را خادم مردم ایران و خاک پای آنها اعلام می کنم. و سلام علیکم احمد دانشزاده قومی. واکنش ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به این بیانیه صادر شده توسط این روحانی شیعه متفاوت و گسترده بوده است. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی این بیانیه را با دیدگاه‌های مختلف تحلیل و بررسی کردند. در این میان گروهی از کاربران بر این باور بودند که این روحانی از فروپاشی حکومت و انتقام مردم می‌ترسد. این کاربران عنوان کردند که این بیانیه بیشتر نشان دهنده ترس روحانیون شیعه از فروپاشی نظام فعلی است. آنها ادعا می کنند که این نوع بیانیه ها معمولا در زمانهای بحرانی و به منظور جلوگیری از فروپاشی حکومت ها صادر می شود، و یا اینکه شخص صادر کننده این بیانیه به این نتیجه رسیده است که برای فرار از انتقام مردم در فردای سقوط حتمی این رژیم بهتر است که یک راه فرار برای خود از پیش دیده باشد. این کاربران اظهار داشتند که این بیانیه نشان دهنده نگرانی عمیق روحانیون شیعه از واکنش‌های شدید و انتقام جویانه مردم جان به لب رسیده ایران است. آنها معتقدند که این روحانی سعی دارد با این بیانیه خود را به عنوان یک شخصیت حامی مردم نشان دهد تا از خشم احتمالی آنها
در امان بماند، به ویژه آنکه با پخش سکانسی از سریال سرزمین مادری که در آن فرار آخوندها از هجله هایشان نمایش داده می شد، بسیاری از مردم با بازنشر این سکانس برای آخوندها خط و نشان کشیدند. گفتنیست که این بیانیه پس از آن صادر شد که رژیم جمهوری اسلامی 4 زندانی کرد را به پای چوبه دار فرستاد و بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به این اقدام حکومت عنوان کردند که رژیم نمی‌تواند پاسخ حملات اسرائیل و آمریکا را بدهد، از جای دیگر ضربه می‌خورد، در عوض انتقام را از مردم بیگناه ایران می‌گیرد. گفتنیست که در فیلم اعترافات اجباری 4 شهروند به پای چوبه دار فرستاده شده تناقضات بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد احکام اعدام آنها بر اساس سناریو سازی مأموران وزارت اطلاعات صادر شده است و اصولاً با اسرائیل در ارتباط نبودند. به گفته محمدی وکیل این 4 نفر، این فیلم اعترافات را اگر نگاه کنید می‌بینید که داستانی است که توسط یکی از مأموران درجه چندم وزارت اطلاعات نوشته شده است و بسیار هم بد نوشته شده است. او درباره تناقضات این فیلم می‌گوید گفته شده که این 4 نفر 3 بار از کردستان عراق به 3 کشور آفریقایی برده شده‌اند که آموزش ببینند و این آقایان در کشور تانزانیا توانستند دیوید بارنیا رئیس وقت موساد را ملاقات کنند و در کشور رواندا ماکت کارخانه ای که قرار بوده منفجر کنند را با همان اندازه تمرین کردند. این بسیار مضحک است که میگویند اسرائیل دست به دامان کردها شده است. اسرائیل و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی بزرگش نمی آید نیروهایش را به 3 کشور آفریقایی ببرد و به همه نشان دهد که آنها میخواهند یک کارخانه را منفجر کنند، در حالی که اسرائیل در یک دهه گذشته بارها عملیاتی را علیه صنایع هسته‌ای و اعضای سپاه انجام داده بدون اینکه اتفاقی بیفتد و عملیاتش دچار خدشه شود. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.